سلام خوش اومدید به این جلسه از کلاس نظریه بازی ها که در اون میخوام یه کمی در مورد کلا علوم اجتماعی و موضوعاتی که این علوم تحقیق میکنن و دیدگاه های مختلفی که وجود داره از جامعه شناسی تا اقتصاد تا نظریه بازی ها غیره با هم دیگه صحبت بکنیم و همه اینها هم شروع میشه از یک داستان جنایی داستان هم از این قراره که این خانومی که من عکسش و داستانش رو از ویکیپدیا برای شما آوردم کیتی جنوبسه در سال 1964 در یکی از خیابونهای شهر نیویورک به قتل رسید و داستان به قتل رسیدنش هم خیلی داستان عجیب و تلخی بود داستان از این قرار بود که قاتل بیشتر از نیم ساعت داشت به این خانوم ضربات چاقو وارد میکرد بعد حتی رفت برگشت و ادامه داد چاقوش چاقو زدنش رو و حدود 38 نفر از همسایه هایی که اونجا بودن این ماجرا رو دیدن و هیچ کدوم به پلیس اطلاع ندادن در طول این مدت نیم ساعت 45 دقیقه و هر کدومشون اگر به پلیس زنگ میزد احتمال اینکه این, این خانم زنده میموند و به قتل نمیرسید و اون قاتل دستگیر میشد خیلی خیلی زیاد میشد اما هیچ کدوم این کار رو نکردن و این مسئله بود که خیلی روانشناسای اجتماعی جامعه شناسا و دانشمندهای مختلف رو به فکر فرو برد که چرا هیچ کدوم از این 38 نفر از این 38 ساکن این خونه تماس نگرفتن با پلیس. اما اتفاق تلخ و مشابه این اتفاق حالا نه دقیقا مشابه اما تقریبا مشابه یکی دو سال پیش در تهران و در میدان کاج رخ داد که من باز همون اتفاق رو از صفحه ویکیپدیا میخوام داستانش رو براتون بیارم خب داستان هم اینجا من الان آوردم براتون در این اتفاقی که افتاد یک آقایی در محله سعادت آباد میدان کاج به خاطر یک سری داستان ها یک قاتلی رو در برابر دیدگان مردم به شدت زخمی کرد و وقتی که مامورای پلیس هم اومدن نه مامور و نه مردم حالا من بیشتر صحبتم در این ویدئو در مورد قبل از اومدن مامورای پلیس است و اینکه چرا مردم و افرادی که مشاهده میکنن یک گروه زیادی از افرادی که مشاهده میکنن به پلیس اطلاع نمیدن و نمیرن کمک بکنن به اون فرد و این, این دو موضوع که شباهت های زیادی با هم دارن البته تفاوت های هم دارن موضوعاتیه که خیلی خیلی جامعه شناسا و به خصوص روانشناس های اجتماعی رو به فکر فرو برد و تئوری های زیادی در موردش دادن و آزمایش های زیادی هم انجام دادن که ببینن چه اتفاقی میفته که یک گروه از آدم ها نه یک فرد وقتی داره یک جرم رو مشاهده میکنه نمیره و اون جرم رو گزارش بکنه من اول میخوام برم سراغ روانشناسی اجتماعی یا سوشال سایکالوژی و بعد بریم ببینیم که نظریه بازی ها چه چیزی داره که اضافه بکنه به این داستان روانشناسی اجتماعی بعد از این داستان سه تا تئوری تا اونجایی که حالا من خوندم در کتاب و در اینترنت سه تا تئوری در مورد اینکه چرا این اتفاق میفته ذکر کردن تئوری اولشون تئوری سوشال اینفلوئنس یا من مثلا اسمش رو میذارم اثر اجتماعی هست که معتقدن که طبق این تئوری آدمها برای رفتارهای اجتماعی خودشون خیلی الگو برداری میکنن از آدم های دیگه یعنی انگار یک جوری رفتار درست رو رفتار متوسط بقیه آدم ها میدونن در خیلی از مسائل و در یک چنین پدیده ای وقتی میبینن که نگاه کن جمعیت به این زیادی هیچ کدوم نمیره زنگ بزنه به پلیس هر کسی اینجوری نتیجه میگیره که انگار رفتار درست زنگ نزدن به پلیس هست نه اینکه انگار همه دارن اشتباه میکنن این ویژگی آدم ها که همرنگ جماعت میشن تئوری اول هست تئوری دوم تئوری پخش مسئولیت یا دیفیوژن آف ریسپانسیبلیتی انگلیسیش پخش مسئولیت هست که این تئوری هم خب همونجوری که از اسمش مشخصه داره میگه وقتی که یک جمعیت به جای یک نفر میشن مثلا 100 نفر هر کسی میگه خب اگر من زنگ نزنم و اتفاق بدی بیفته همه ما صد تا مقصریم و این خیلی بدتر از اینه که من به تنهایی مقصر باشم در نتیجه وقتی تعداد افراد مشاهدهگر یک رفتار میره بالا گویی مسئولیت من برای اینکه کار رو بخوام انجام بدم کم میشه چرا چون بین همه ماها پخش میشه و همه مقصریم و سومین تئوری تئوری هم هست که تئوری ترس میشه اسمش رو گذاشت ترس از مثلا تقلبی بودن و اونم اینه که اگر و اگر مثلا این پدیده یک پدیده دوربین مخفی باشه یا مثلا یک پدیده باشه که اصلا ام اورژانسی نبوده و من بیام و زنگ بزنم به پلیس اون وقت من یه جورایی به قول خودمونی ضایع میشم یعنی یک اتفاق خیلی بدی میفته من جلوی بقیه آبرون میره و در نتیجه من میترسم این کار رو بکنم که نکنه که این تقلبی باشه حالا که همه دارن نگاه میکنن هرچی هم آدم های بیشتری نگاه بکنن اگه اون تقلبی باشه و من سوتی داده باشم با زنگ زدن به پلیس من جلوی آدم های بیشتری ضایع میشم و در نتیجه این ترس با افزایش جمعیت افزایش پیدا میکنه هر سه اینها اثرهایی هستند که با افزایش جمعیت افزایش پیدا میکنن اما نظریه بازی ها در مورد این اتفاقات چه حرفی داره و چی میتونه به ما بگه؟ بریم خب ببینیم چی میتونه بگه من میخوام یک مدل خیلی خیلی ساده نظریه بازی هایی یا گیم تئوریک از این پدیده بسازم و بعد بریم تحلیل کنیم ببینیم که نظریه بازی ها و در حقیقت تعادل های این مدل کجا هستن و هر جای این مدل براتون غیر طبیعی بود میتونید متوقف بشید فکر بکنید یا انتقاد بکنید مدلی که وجود داره و من ترجیم یعنی من اینجوری میخوام بسازم اینه که اگر پلیس از این حادثه مطلع شود همه افراد حاضر در صحنه وی واحد سود میکنن خب وی از مثلا حرف ولی وی واحد سود میکنن و من فرض میکنم که این نفر دارن مشاهده میکنن پس این نفر مشاهدهگر جرم هستن اگر پلیس مطلع بشه همشون وی تا سود میکنن کسی یا افرادی که به پلیس اطلاع دهد دهد سی واحد هزینه متحمل می شود خب یعنی در حقیقت تماس گرفتن به پلیس سی واحد هزینه داره سی, سی انگلیسی که این هزینه میتونه هزینه اینکه ریسک بکنی و ترس از تقلبی بودن رو بپذیری باشه میتونه هزینه اثر هزینه این باشه که بقیه بگن نه اشتباه کردی میتونه هزینه این باشه که اصلا بری گوشی تو برداری زنگ بزنی میتونه هزینه این باشه که قاتل اگه بفهمه تو داری زنگ میزنی بیاد سراغ تو و همه این هزینه ها رو میتونه در خودش داشته باشه و من فرض میکنم که وی بزرگتر از سی و هر دو بزرگتر از صفر هستن و یعنی هیچ دلیلی نداره که کسی بره زنگ بزنه در حقیقت هزینه تماس با پلیس خیلی کمتر از هزینه اینه که پلیس مطلع و اون فرد احتمالا نمیره خب حالا این نفری که هر کدوم در صحنه حضور دارن هر کدوم دو تا استراتژی دارن میتونن زنگ بزنن به پلیس پس من مینویسم میتونن کال بکنن پلیس رو و میتونن زنگ نزنن به پلیس خب پس دو تا استراتژی برای هر کدوم از اینها وجود داره و سودهای بازی هم به این شکله که اگر زنگ نزنن به پلیس ولی یک نفر دیگه زنگ بزنه وی واحد به دست میارن و اگر زنگ نزنند به پلیس و هیچ کس دیگه هم زنگ نزنه صفر واحد به دست میارن اگر زنگ بزنن سی واحد هزینه متحمل میشن و وی واحد سود به دست میارن خب پس این ناتکال دو حالت داره اگر حداقل یک نفر دیگر زنگ بزند این تیک یعنی حداقل یک نفر دیگر زنگ بزند این یعنی هیچ کس دیگری زنگ نزند در این صورت صفر این در این صورت ویه و میبینید که این حالت براشون بهتر از این حالته یعنی اگر من زنگ نزنم و یکی دیگه زنگ بزنه خیلی خوبه دیگه هم پلیس فهمیده من دیگه مسئولیتی روم نیست همین که من هزینه رو متحمل نشدم خب این الان شد چارچوب مدل نظریه بازی من من هم بازیگرها رو مشخص کردم هم اکشن یا استراتژی ها رو مشخص کردم و هم سودهایی که یا پیاف هایی که نصیب بازیگرها میشه در صورت هر اتفاقی که در بازی بیفته این بازی یک تعداد زیادی تعادل نش ساده داره یعنی پیور استراتژی خالص و اون هم من ادعا میکنم اینه که مثلا نفر اول زنگ بزنه و بقیه هیچ کدوم زنگ نزنن و من ادعا میکنم که این یک تعادل نش خالص این بازیه چرا؟ به این دلیل که اگر نفر اول زنگ بزنه وی منهای سی به دست میاره بقیه اگر زنگ نزنن همه وی به دست میارن چون نفر اول زنگ زده و اگر بقیه استراتژیشون رو با فرض باقی با ثابت بودن بازی بقیه عوض بکنن و زنگ بزنن که خب سودشون فقط میشه وی منهای سی هیچ چیزی به دست نمیارن و در حقیقت داره سودشون کم میشه و اگر نفر اول رو عوض بکنه و زنگ نزنه با فرض ثابت بودن بازی بقیه سودش از وی منهای سی میشه صفر که داره کم میشه چون وی از سی بزرگتر پس این یک تعادل نشه این بازیه و به همین ترتیب هر در حقیقت نمایه‌ای که در اون همه بازیگرها بجز یک بازیگر زنگ نزنن یک تعادل نش ساده این بازی خواهد بود و این میشه تعادل نشهای ساده اما چیزی که ما داریم در این پدیده مشاهده میکنیم در ماجرای داستان کیتی یا ماجرای میدان کاج تهران اینه که هیچ کسی زنگ نزده پس الان میشه گفت که نظریه بازی ها خراب کرد که اینکه نشد که الان پیش بینی کردی که تعادل نشی اینه که یک نفر زنگ بزنه اما من دارم من ادام کنم که یک تعادل نش ساده است که ادعای خب بدیهیه اما این بازی تعادل نش ترکیبی هم داره که اگر در اون تعادل نش ترکیبی که یک تعادل نش ترکیبی متقارن هست یعنی همه دارن با یک بازی س... یکسان بازی میکنن در اینجا یک بازیگر انگار با بقیه بازیگرها فرق داره و چرا باید یه نفر گزارش بده در حالی که بقیه ندادن یعنی من هیچ تفاوتی بین مشاهدهگرها وجود نداره و این تعادل نش این رو در خودشون جایی ندادن من به دنبال یک تعادل نش متقارن هستم که همه مشاهدهگرها یکسان بازی بکنن و این تعادل نش یک تعادل نش ترکیبیه که من در ویدیو بعد اون رو به دست میارم حتما دنبال بکنید و بعد خواهیم دید که اون شهودی که از اون مدل و اون تعادل نش ما به دست میاریم چه تفاوت هایی با این توصیف روانشناسی اجتماعیی که ما الان بررسیش کردیم خواهد داشت پس من در ویدئو بعد این بازی رو تعادل نش ترکیبیش رو به دست میارم فعلا خدافظ